ایمل آشوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در استودیو با ما هست. در مورد همین برنامه و همین پروسه بیشتر صحبت میکنیم. سلام شما آقای آشوری، خیلی خوش آمدید. تشکر، زنده باش. من میخوایم بیشتر توضیح بدین در مورد پیشرفتها در این پروسه، در حالی که شما دیدین مردم نگران همین مسئله هستن، حتی در بازارها تبادله پول اگر در صورتی که یک مقدار کهنه شدن یا خط دارن صورت نمیگیره، خب این پروسه با چه شکل آغاز شد و چطور نتونستین همه پول ها را که فرسوده بودن جمع بکنید؟ خب در میانه دلو سال گذشته افغانستان بانک فیصله کرد که من بعد بانکنوت های نامناسب یک مدت زمانی بهش داده شده و تا تکمیل از اون مدت بعد از اون تعویض نمیکنیم. بانکنوت های نامناسب بانکنوت های است که بر روی از اون رنگ پاشیده باشن، بانکنوت هایی که با مارکر بر روی از اون نوشته کرده باشن یا مهر زده باشن، نقاشی کرده باشن، سوراخ های مسلسل داشته باشن، تیزاب پاشیده باشه یا سایر مواد کیمیایی. تا اول حمل ما این فرصت دادیم که تعویض شود. بعد چون شرایط جوی سرد بود، هوا، بانک مرکزی تصمیم گرفت که مدت تا آخر ماه اسد تمدید کنه. ما در تقریبا آخر ماه اسد قرار داریم و تا اکنون ما 1,300,000,000 افغانی بانکنوت نامناسب جمع آوری کردیم که این نشان دهنده جمع آوری حجم بزرگی از بانکنوت های نامناسب است و ارقام ما نشان میده که در هر ساعت قطعه یا قطعه اگر بانکنوت نامناسب باقی مانده باشه. از این خاطر هنوز هم فرصت داریم امروز فردا تا 31، اگر هموطنهای عزیز ما بانکنوت های داشته باش که با مارکر بر روی از نوشته شده باشه، چیز رنگ پاشیده شده باشه، لکه های خون بر روی از باشه، مواد تیزابی نقاشی شده باشه، این تعویض کنن. البته قابل تذکر است که بانکنوت هایی که بر روی از او با خودکار چیزای بسیار خرد و کوتاه مختصر نوشته شده با خودکار، اینا پولی است که قابل چلند است. مردم نباید نگرانی داشته باشن و میتونن از این با ذهن آرام، با خیال آرام استفاده کنه. در آن زمان مسئله اسکاشتب یک مسئله است که این ای بانکنوت اسکاشتب شده با. هیچ نوع مشکلی نداره بانکنوت. این بانکنوت اسکاشتب شده، رابرتب شده، این قابل چلند است، مشکل نیست. هموطنان با خیال راحت استفاده کنن و هر وقت اگر باز هم بسیار ناراحت بودن، وقت بل برق تادیه میکنه، صفحه آب تادیه میکنه، مسئول صفایی را میده یا جواز رانندگی و جواز سیر و سایر مسئول دولت، معاملات که با دولت دارن، میتونن این رقم بانکنوت های خود در اون زمان هم بره بانک مرکزی در حالی که در بازار قابل پذیرش است. در بازار قابل پذیرش است، هیچ نوع مشکلی در زمینه موجود نیست. در خصوص پولایی که یک بخش از او مثلا بریده شده در یک گوشه از او چی است؟ خب پول تا وقت دو شماره مسلسله که در طرف دو پول قرار داره او باقی باشه و یک جایش پارش ده باشه، یک هاشش پارش ده باشه، او مشکل نیست، نگرانی در اون مورد نیست. ما وقت سراخ مسلسل میبینیم به که مثلا عمدی یک کس گرفته باشه، اینجا یک سراخ کرده باشه، اینجا یک سراخ کرده، این طرف یک سراخ کرده باشه، این سراخ های مسلسل به شکل عمدی صورت میگیره. ولی اگر یک جای بانکنوت رقم پاره میشه یا تصادفی گوشگک از میپره، اینا بانکنوت هاست قابل استفاده، قابل چلن، هیچ نوع مشکلی برای داستان در مارکت، در بازار و بر تادیات دولت در او موجود نیست. روند جمع‌آوری پول ها از مردم با چه طرز صورت گرفت؟ خب ما هفت ماست که روی ازی کار میکنیم. از همون میانه دلو سال گذشته پروسه آغاز شده تا کنون ادامه داره. 44 نمایندگی و شهری چانگ افغانستان بانک و 444 نمایندگی بانک های تجارتی همه در اختیار، در خدمت مردم ما قرار دارن که بانکنوت های نامناسب خود ببرن اونجا تعویض کنن و در مقابلش بانکنوت قابل استفاده بگیرن. ولی به یاد داشته باشن که به هیچ کسی، به هیچ عنوانی که میشن نپردازن. وقتی اگر 1,000 افغانی برد، در مقابلش 1,000 افغانی تقاضا کنن و اگر یک بانک از چنین چیزی خودداری کرد، ما در تمام پوسترهایی که در بانک ها بند است، در نمایندگیاش بند است، نمره درج کردیم، سه نمره درج کردیم، با بانک مرکزی تماس بگیرن تا مشکلشان به اسرع وقت حل شود. خب بانک مرکزی که برای همه قابل دسترس نیست آقای آشور، مثلا در شهر در معاملات روزانه مردم، ما هم به عنوان شهریان کابل حداقل بس کابل را مطرح کنیم، از چند ماه به این طرف با همین مشکل برخوردیم. اون موردی که پیشتر به شما مثال دادم که یک مورد بسیار جدی بوده در معاملات تبادله پول، در خرید و فروش اجناس و اینها،
این مشکل هنوز پا بر جاست. یعنی شما مشخص ساختن که مثلا پولایی که با نوشته شدن رویشان یا فرسوده شدن بیش از حد، اینها قابل استفاده، مردم در سطح پولها را نمیپذیرند که حتی یک قلم اگر خودکار هم نوشته کرده یا کوچک یک بخشش بریده شدن، یا یک برنامه حداقل در کوتاه مدت شما در نظر دارین که تبلیغ برای مردم شود که مردم بفهمند، تفکیک کرده بتونن حالا معامله بر هم خورده. خب ما 7 ماه که تبلیغ انجام میدیم و میالم که ما شما صحبت میکنیم، هدف ما از صحبت امی آگاهی به مردم است که نگران بانک نوت هایی که بر روی از او خط خودکار باشه یا که عدد با خودکار نشه یا تک مارک باشن و یا از کاشته خورده باشن نگران از این نباشن. این در هر زمان قابل استفاده است، مگر تا ای که او مندرس میشه. مندرس می پروسه است که بسیار به شکل طبیعی ادامه داره. هر زمان پول مندرس شد، هموطنای ما میتونن او را تعویض کنن. ولی اگر بانک نوت هایی که مشخصات شده گزارش شما هم دیدیم، از اینا بانک نوت هایی که بر روش مار باشه، نقاشی باشه، تیزا پاشته باشه، رنگ پاشته باشه، سوراخ مسلسل و با مارکر، تاکید میکنم با مارکر و توش نوشته شده باشه، او را تعویض کنن. این سر از اول سنبله، این نوع پول ها قابل چالش نیست. سر از اول سنبله ما دیگه نمیتونیم پول های نامناسب هموطنان عزیزم تبدیل کنیم. پس فرصت دارن تا متضرر نشون این پول ها را تبدیل کنن. چاپ پول هم یکی از مزایات بسیار جدی بر دولت افغانستان بوده. ما میخوایم اول یک توضیح بدین برای مردم که شما را میبینن، حداقل بفهمن این پول مفت نمیآید، مفت چاپ نمیشه، چقدر هزینه برمی داره از پنج روپیگی که مثلا پول سیاسی یا ما شما و پولای دیگر که مثلا 10 افغانگی باشه تا 1000 افغانگی، اینها فرق میکنه قیمتاشون برای چاپ و چقدر پول را هزینه کردیم برای چاپ پول افغانی این بار؟ خب ما چون در وقفه های مختلف مبالغ مختلف چاپ میکنیم، ولی چیزی که میتونیم کمک کنیم برای ایده دادن به هموطنان عزیز است که هر بانک نوت ما در حدود 2.80 تا 3 افغانی مصرف فرمی داره. حالا خواهی بانک نوت 10 باشه، 50 باشه، از ما به طور اوسط صحبت میکنیم. و ما در حال حاضر در مارکت های افغانستان بیشتر از 220 میلیارد افغانی داریم. خب اگر شما با 220 میلیارد افغانی که در مارکت است این رقم برخورد کنه، طبعا این یک هزینه برای دولت، برای مملکتتان داره، جایی که ما 2.80 افغانی را بتانیم پس انداز کنیم برای یک هدف دیگه، او را میاریم با یک بی‌توجهی، با برخورد نادرست با بانک نوت او را مجبور استیم هزینه کنیم. این طبعا هزینه بردار است، ولی یک بانک نوت است که به اثر یک استفاده طبیعی، اثر کثرت استفاده و مندرس میشه، فرسوده میشه، هر وصله یک تاریخ تولید، تاریخ انقضا داره، او بر بانک مرکزی یک مسئله حل شده است، چون یک وسیله است، وسیله بالاخره به حالت انقضا میرسه. ما از 4 تا 5 سال حد اوسط عمر بانکنوت در نظر گرفتیم که دوام کنه، بیشتر از اوش هم ما نمیخویم، ولی اگر هموطنان عزیز توجه کنه بیشتر از او هم میتونه ادامه پیدا کنه. میاره بانکنوت های سال 1387 داریم که هنوز در مارکت است، مورد دستات قرار داره، ولی بانکنوت هم داریم که 2 سال پیشتر وارد بازار شده، ولی با اثر به توجه متاسفانه دیگه قابل برای نگهداشت خوب از پول. چه موارد بسیار عمده است که مردم در نظر بگیرند که پول زودتر فرسوده نشه و بتونه حرمت همین بانکنوت های افغانی که حیثیت ملی داره بر مردم افغانستان حفظ شود؟ خب اولین گپ ایست که بکس جیبی. شما اگر میخواین که بانکنوتتان عمرش دوامدار باشه و زود کنه نشه و فرسوده نشه و تمام بانکنوت یا پول افغانی را در بکسک جیبی نگاه کنین، دو هیچگاه بانکنوت با دست تر با دست چرب نگیرین، بر روی بانکنوت نوشته نکنین، بانکنوت در معرض آفتاب، گرد و خاک، نم قرار ندین، بانکنوت چملک نکنین، رقم بخاطر که بانکنوت فعلی شما 3500 مرتبه میتونه قات شود در بکسک جیبی شما مانده شود، ولی بر 5 دقیقه قابلیت توان از ایره نداره که عمر خود با چملک کردن و با دست عرق بار او را گرفتن او را عمرش تداوم پیدا کنه. اینا مسائل بسیار ساده بدون هزینه است که هموطنان ما میتونن با رعایت از این در تداوم عمر بانکنوت با ما یار و همکار و کمک دهنده باشن. گفته میشه که به دلیل زیاد چاپ شدن پول یا نبود اون سیاست مشخص پولی، ارزش پول افغانی داره
گذشته از مسائل کلان صادرات، تولید، اینها یک مورد همی است که ارزش پول افغانی کم میشه. واقعا چنین است؟ نه، ما خوشبختانه در افغانستان بانک یک بانک مستقل است. در گذشته در افغانستان بانک قسما با وزارت مالیه و با حکومت سرکار داشت و هرگاه پیش از سال 1381 ضرورت میشد کانتینر پول میتونستن چاپ کنن، ولی حال چنین نیست. ما یک شورای عالی داریم، شورای عالی تصمیم گیرنده تمام سیاست های بانک مرکزی است و ما نشر پول مطابق با رشد اقتصادی، اما فرمول تیوری مقداری پول انجام میتیم. هر زمان که رشد اقتصادی ما خوب باشه پول بیشتر است، و اگر رشد اقتصادی ما ضرورت به او وصله ما بادله نداشته باشه طبعا. ممنون از شما. ایمال آشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان.